بسم الله الرحمن الرحیم. ماری خولیای پزشکی یا فلسفه طب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 24. شش، دین درمانی. دروغ نخستین امری در همه مذاهب الهی و اخلاق و عرف بشری می باشد که نه گردیده و در دین اسلام ام الفساد و در به دوزخ معرفی شده است، که صدها آیه و حدیث و همراه دارد که نیازی به ذکرش نیست و همگان بران آگاهند. فطری بودن راستی و ملعون بودن دروغگویی در ذات بشر به قدری شدید است که هیچ کافری هم تا کنون شهامت دفاع از دروغگویی را نداشته است و تنها اخلاقی است که تا به امروز کل بشریت لااقل در ادعایش از آن دفاع می کند. آیا به راستی دروغگویی و بیماری هیچ رابطه ای دارند؟ آیا هیچ رابطه ای بین دروغگویی و سرماخوردگی و میگرن و بیخوابی و دلدرد و زخم معده و سنگ کلیه و یبوست و فشار خون و سرطان و ایدز وجود دارد؟ آیا هیچ رابطه ای بین دروغگویی و عصبیت و خشم و جدال و تشنج و درگیری و جرم و جنایات وجود دارد؟ کسی که دروغ میگوید بین خود و واقعیت بیرون فاصله و تضاد میاندازد و ادامه این دروغ بدانجا میرسد که هوش و حواس فرد نیز واقعا هم دروغ خود را باور میکند و از واقعیت بیگانه میگردد و این سرآغاز امراض عصبی و روانی است. در واقع دروغگو به دست و زبان و اراده خودش موفق به کور و کر و ابله و دیوان ساختن خود میشود و حتی حافظه اش را مختل می سازد و هوش و حواس خود را کرخت نموده و می میراند. پس چون این انسانی چگونه می خواهد به زندگیش ادامه دهد و نیازهای غریزی و عاطفی خود را برآورده سازد؟ چون این انسانی مثلا به جای اینکه موقع تشنگیش آب بنوشد نان می خورد، به هنگام سلام گفتن فحش می دهد و به هنگام استراحت کردن می رقصد و به هنگام نزدیک شدن دور می شود و به هنگام خواستن انکار و کبر می برزد. آیا عجیب است که چون این انسانی به زودی به لحاظ جسمی و روانی رنجور گردد و به لحاظ عاطفی منفور گردد و به لحاظ معیشتی دچار بحران و قحطی شود؟ آیا به راستی دروغ همان ام الفساد و درب دوزخ و شاهراه گمراهی و تاریکی ها و جنون و جنایت نیست؟ ولی اگر برای نجات کسی که مرض یا یک گرفتاری بزرگ و جانکاه که او را به خودکشی انداخته، او را دعوت به راستگویی و توبه از دروغگویی نمایی، به ناگاه احساس نابودی می کند، آیا چنین نیست؟ این بدان معناست که فرد دروغگو و ریاکار چنان از واقعیت زندگی و جهانش بیگانه شده و در جهانی از اوهام و خیالات و آرزوهایش غرق شده که ترک این جهان دروغین به مثابه نابودی است. در واقع روی کرد به واقعیت است که به او احساس نابودی می دهد، زیرا او واقعیت را در ذهن خود کاملا به واسطه دروغهایش نابود ساخته است. پس واقعیت در نظر او عین نابودی است، زیرا او آن را در خود نابود ساخته و وجودش را مبدل به جهان سیطره اجنه و شیاطین نموده که مستمرن برایش آرزو بافی و آرمان تراشی و بهشت سازی می کنند. چون این انسانی فلواقع یک مجنون یا جنزده است و از این نوع انسانها امروز فراوانند و اندکند که چنین نباشند. چون این انسانی به هنگام دلدردش به همسر و فرزندانش فحش می دهد و به هنگام سردردش به والدین و فامیل فحش می دهد و هنگام برشکستگی و رسوایی به جامعه و حکومت و آسمان فحش می دهد، زیرا او خدا را از خود دور ساخته و غیر خدا را بر خود وارد ساخته که او را رنجور و معذب ساختند و اینک به همانها فحش می دهد و آنها را مسبب درد و بدبختی خود می داند و نه خودش را، و اینک نوبت پزشکان است و الی آخر.
با همین توضیح مختصر درباره اصل نخستین دین خدا و اخلاق فطری بشری، سایر خطاها و گناهان که خود موجب امراض دیگرند مفهوم می شوند. زیرا سایر گناهان بشری معلول دروغهایش هستند و به راستی که دروغگویی مادر همه گناهان و تباه شدگی هاست. حضرت علی علیه السلام صدق را سفینه نجات و مبدع و محور و معاد دین خوانده است و این کل حکمت و سلامت است. کل ایمان و حکمت و تعالی و سلامت بشری چیزی جز درجات صدق بشر نیستند. همه امراض و عذابهای بشری حاصل فریب خوردگی های بشر است و بشر به میزانی که دروغ میگوید و فریب میدهد فریب میخورد و در عذاب میافتد. ولذا خداوند میفرماید که فریب نمیدهند الا خودشان را. و علی علیه السلام که صدیق اکبر نامیده شده میگوید که به کسی دروغ نگفتم و کسی هم نتوانست به من دروغ گوید. راه صدق همان راه برقراری رابطه با جهان و جهانیان است و راه شناخت واقعیت ها می باشد، ولذا راه رسیدن به عقل و علم و معرفت است و این همان راه سلامت است. کسی که دروغ می گوید خود را در تاریکی می افکند، ولذا در چاله و چاه‌ها می افتد و رنجور می شود. پس دروغ و ریا همانا خیانت و ستم به خیشتن است و به قول قرآن کریم ستم نمی کنید الا به خودتان. این ستم همان دروغ است که انسان به قصد فریب دیگران می گوید ولی خودش بدان مبتلا می گردد و این عدالت پروردگار در ذات بشر است. پس همه امراض حاصل دروغ و ریا هستند و راه نجات و شفای امراض جسمی و روانی و عاطفی و اقتصادی و سیاسی بشر نیز رجعت به صدق است. این همان دین درمانی به عنوان درمان واقعی امراض است و ما بقیه درمانها دروغی اندر دروغی دگرند. پس اطبای واقعی نیز صدیقانند که نور صدق را به مردم می نمایند. نه کسانی که به قصد ثروت‌اندوزی و ریاست و سیاست و عقده حقارت مدرک پزشکی یافته و به دروغ نمایش خدمت به خلق برپا کردند. این دروغ و ریای بزرگ باید هم که منشأ اشاعه و تعمیق امراض باشد و دروغگویان دیگری را به دام اندازد که هم مال و هم جانشان را غارت نماید و بر عذابشان بیفزاید. پس واضح است که انسان از طریق دروغ و ریا دچار اختلالات عصبی و گفتاری و عاطفی و رفتاری و فکری می شود و روانش بیمار می گردد. و سپس گام به گام به راه و روشی می رود که تن او را نیز رنجور می کند. پس همه امراض علت روانی و باطنی و خودی دارند و جز از طریق معرفتی باطنی و توبه‌ای در نوع نگرش و اندیشه و اراده و عمل این امراض واقعا معالجه پذیر نیستند و حد اکثر تبدیل می شوند که در واقع ریشه‌ای تر می گردند. و بدین گونه است که یک سرماخوردگی ساده مبدل به آس می شود. یک سردرد ساده مبدل به میگرن می گردد. یک دلدرد ساده زخم معده از آب در می آید و یک خارش مبدل به غده سرطانی می شود و الی آخر. 7. تناقضات ذاتی علم پزشکی. علم پزشکی ادعا دارد که می خواهد امراض را کاهش دهد و حیات بشر بر روی زمین را آسان‌تر سازد. این کمترین حد دعوی این علم است. مرحله‌ای بالاتر آن است که می‌خواهد بنیاد بیماری را به کل براندازد و زمین را برای بشر عین بهشت نماید. و اما ادعایی اساسی‌تر آن است که اصلاً می‌خواهد مرگ را براندازد و حیات خاکی بشر را جاودانه کند. این سه مرحله از ادعا در هر پزشکی نیز کمابیش حضور دارد. هرچند که این ادعاها ذاتی کل علوم و فنون و تمدن مدرن می باشد که در علم طب گویان‌ترین بیان را یافته است. زیرا جان و هستی بشر مستقیماً مورد خطاب قرار دارد و ارزشی اساسی تر از جان و سلامتی وجود ندارد که بدون آن همه ارزش‌های دیگر بیهوده می‌نمایند.
لذا علم طب به مثابه گل سرسبد دانش بشر خود نمایی کرده است و در تاریخ مدرن علناً جای وعده های دینی را گرفته و بهشت موعود را وعده می دهد و لذا سایر علوم و فنون بشری متعاقب این علم است که ارزش می یابند و صاحب ادعا می شوند. به همین دلیل امروز علم پزشکی به مثابه جامع جمیع همه فراورده های علمی فنی تمدن مدرن عمل می کند و کلیه شاخه های علوم و فنون را از فیزیک پلاسما تا کوانتوم و فیزیک اتمی و مهندسی الکترونیک و بیوتکنیک و لیزر به خدمت گرفته است و حتی از هیپنوتیزم و طب سنتی و سوزنی و جادو و ورد هم کمک می گیرد تا به مقصود مورد ادعایش نائل آید. گویی که همه اهداف و ادعاها و آرمانهای تمدن مدرن بشری نهایتاً در دانش پزشکی است که به محک می خورد و تکلیفش روشن می شود. این تمدن و خاص این دانش به کلی روح و معنویت را منکر شده و معتقد است که حتی می تواند روحی دیگر تولید نماید که تحت اراده بشر باشد، یعنی تحت اراده علم باشد، که در واقع معنایش این است که کل بشریت تحت اراده صاحبان علم باشد که همان صاحبان ثروت و قدرت هستند که جز به بردگی و اسارت مطلق روح بشری نمی اندیشند. این خود یک تناقض ذاتی در ماهیت و ادعای دانش پزشکی است. دانشی که خود تحت اراده مطلق سلطه‌گران و آدمخواران است و می‌خواهد انسان‌ها را نجات دهد. این یک ابطال ذاتی است که مستمراً آشکارتر می‌شود، زیرا انسان‌ها به میزانی که دارای تن و روانی سالم هستند، تن به سلطه و ستم نمی‌دهند و بلکه بر علیه آن می‌جنگند. پس از این منظر علم پزشکی و نیز پزشکان اگر هم بخواهند نمی توانند سلامت بخش انسانها باشند، زیرا موجودیت این دانش تماماً مولود یک نظام مدار بسته سلطه و استکبار و ستم و جهانخواری است و ذاتاً ضد سلامت و عزت تن و روان و عقل بشر است. همه دانشگاه ها و مراکز درجه یک پژوهشی و صنایع داروسازی جزء مایملک امپریالیزم و سلطه حکام بزرگ و ابرقدرت های جهانخوار می باشد. این علم ابزاری محض در خدمت این هدف است. این مراکز در عین حال مولد مواد اولیه سلاح‌های میکروبی و شیمیایی نیز می‌باشند و نیز انواع مواد مخدری که هزاران بار شدیدتر از هروئین است. این مراکز تحت مدیریت و سیاست‌های واحدی هستند و یکی از مهمترین و مخوف‌ترین و مافیایی‌ترین بخش سلطه جهانی ابرقدرت‌ها می‌باشند. آموزش‌های پزشکی در دانشگاه‌های جهان نیز از همین مراکز هدایت می شوند و سیاست و سامان و خط مشی می گیرند. این یک تناقض و ابطال کلان در کالبد این دانش می باشد و کل ساختار آن را در همه جوانب تحت شعاع دارد. از این منظر می توان گفت که علوم و فنون پزشکی یکی از سیاسی ترین و اقتصادی ترین و امپریالیستی ترین طیف های دانش و تمدن مدرن است و در واقع ابلیسی ترین حربه در دست کافرترین گروه های بشری در جهان است که تحت عنوان نجات جان بشر و وعده بهشت و ابدیت کل حیات و هستی بشر را تحت فرمان گرفته است. و اما تناقض دیگر در نفس خود پزشک حضور دارد که معضلی کاملا فردی است و ربطی به سیاست‌های جهانی ابرقدرت‌ها هم ندارد و آن تناقض بین معیشت پزشک و بیماری مردم است. در اینجا فرزان است که پزشک به راستی انسانی حاذق و صدیق و مشتاق خدمت به مردم باشد و فقط به نیت خدمت به مردم و احیای سلامت و سعادت مردم به کسب این دانش پرداخته است و نه عیش و ثروت و ریاست. با همه این حال او از بابت بیماری و بدبختی و دردهای مردم است که ارتزاق می کند. مسئله این است که آیا او می تواند قلباً مشتاق سلامت مردم باشد؟ اگر چنین باشد پس بایستی راه امرار معیشت خود را تغییر دهد
و از بابت معالجه مردم پولی نگیرد. او از طرفی مشتاق است که بیمارانش را مداوا کند و از طرفی دیگر مشتاق است که هموار مطب او مملو از بیمار باشد و بیماران ثابت و مادام العمری داشته باشد. این تناقض هرگز حل نمی شود الا این که او از طبابت خود مطلقاً امرار معیشت نکند، یعنی حکیمی از تبار مردان حق باشد. این تناقض فقط یک معما و دیالکتیک صرفاً منطقی و ذهنی و فلسفی نیست، بلکه در اراده و احساس و نگاه و عمل کرده پزشک جاری است و از آن رهایی ندارد. آیا انسان اصولاً می تواند در آن واحد هم چیزی را بخواهد و هم نخواهد؟ آیا اصولاً امری می تواند در آن واحد هم حق باشد و هم ناحق؟ اگر چنین باشد عین عبث و نیهیلیسم آشکار است و مکتب اصالت ابطال می باشد که در برهان گودل به بیان منطقی و ریاضیاتی اثبات شده و در واقع منطق فلسفی نیهیلیسم و ابطالهای این دوران است که قداست می یابد و نهایتاً بدین گونه بیان می شود که هر امری به همان میزان که درست است، نادرست است. مگر اینکه پزشک هم بر همین منطق بتواند ماهیت خود را توجیه و تقدیس نماید. ولی به هر حال وجدان بشری تا زنده است، با این بازی‌های منطقی فلسفی فریب نمی‌خورد. از آنجا که علم طب ادعایی ذاتاً دینی دارد، همچون پیامبران و قدیسان نمی‌تواند از بابت رسالتش از مردم مزدی دریافت کند، وگرنه با کل ذات خود در تضاد می افتد و پوچ و بیخاصیت می شود. به هر حال بی هیچ تعارفی باید گفت که اکثریت قریب به اتفاق پزشکان به بیمار خود همچون یک طعمه می نگرند و جز به جیب بیمار نظر ندارند، هرچند که طبعاً بسیار هم مایلند که بیمارشان معجزه آسا در یک وعده علاج شود و تا ابد ممنون و پرستنده آنان باشد. این تناقض خود موجب چنان ابطال عقل و عاطفه در پزشک می شود که از جماعت پزشکان دیوانه ترین طبقات اجتماعی را پدید آورده است و ماهیتی چنان مالی خولیایی از این طبقه برخواسته که هرگز مشابهی ندارد. امروز اخبار جنون و جنایاتی بس هولناک و بی سابقه در جماعت پزشکان همه روزه به گوش می رسد که از هر صد مورد یکی گزارش می شود و دال بر چنان خطری از این جماعت است که حتی از مراکز جاسوسی و مافیایی هم نیست. همین اواخر خبر یکی از اطبای بسیار سرشناس و استاد نامدار یکی از دانشگاه‌های بزرگ بریتانیا منتشر شد که صدها بیمار را با شیوهی بس شیطانی غارت نموده و سپس به قتل رسانیده است. به هر حال این تناقض در ذات و وجدان دانش پزشکی و پزشکان و همه علمای حوزه وسیع این دانش حضور دارد که کارخانه اجتناب ناپذیر انواع ابطال و جنون و جنایت میتواند بود و بوده است و مستمرن افزایش مییابد. این تناقض در ذات این علم همان گونه که ذکرش رفت حضور دارد که ذاتی کافرانه است و هر پدیده کافرانه‌ای خواه ناخواه مواجه با ابطال و خود براندازی است و همه حامیان خود را به تباهی می کشاند. 8. خدمات دانش پزشکی. دانش پزشکی در نازل‌ترین حد و متواضع‌ترین ادعایش معتقد است که به هر حال بسیاری از امراض مزمن بشری را برانداخته و یا کاهش داده و بسیاری دیگر از امراض را پیشگیری کرده و می‌کند و در مجموع بر سلامت و سعادت و رفاه بشری افزوده و نیز موجب طول عمر بیشتری گشته است. چون این ادعاهایی تا اواخر قرن 19 هم می‌توانست بسیاری از ساده لوحان و کودکان را بفریبد، ولی در آغازه هزاره سوم میلادی فقط خود فریبان حرفه‌ای را به کار می آید که نان این فریب ها را می خورند. تا مدت ها چون این دعوی خدمت و نجات و رسالت بشری ورد زبان سرمایه‌داری غرب و استعمارگران جهانی بود که گویی بشریت را از دوران حجر و بردهداری و فئودالیسم رهانیده است
ولی کسی نپرسید که به راستی کدام سرمایه‌داری برده و رعیتی را از اسارت بردهدار و فئودالی خرید و رها کرد. و این در حالی بود که بزرگترین و شقیانه‌ترین بردهداری و تجارت برده را در همین قرون اخیر سرمایه‌داران اروپایی پدید آوردند و نه بردهداران عصر فراعنه. ما آنها را که ندیده ایم و فقط فلسفه آنها را از زبان مورخین و قصه پردازان شنیده ایم، ولی این بردهداران مدرن را دیده و به یاد داریم که چه خدمت بزرگی به بشریت ارزانی داشتند. آنان بر دریای خون سیاهان و سرخ پوستان و هندوچینیان تمدن خود را بنا نمودند. خدمات دانش پزشکی نیز به نوعی دیگر از همین دست است. ما در هزار سال پیش نزیسته ایم تا ببینیم که بشر آن روز سالمتر زیسته یا بشر امروز، بلی می توانیم همین یک نسل پیش را با نسل امروز مقایسه کنیم که مشت نمونه خروار است. آیا بشر این نسل سالمتر از بشر نسل قبل است؟ آیا به راستی کدام بیماری ریشه‌کن شده است؟ آنان هم که به ظاهر کمتر به صورت قدیم ظاهر می شوند تبدیل شده و فقط تغییر نام دادند، نه اینکه حتی کاهش یافتند، بلکه مبدل به امراض لاعلاج تر گشتند. پنیسیلین و آنتی بیوتیک ها و واکسن ها که بزرگترین افتخار دانش مدرن پزشکی محسوب می شوند به تازگی علل بسیاری از امراض مدرن و لاعلاج تشخیص داده شدند که از همان دوران کودکی و نوجوانی خودنمایی می کنند. خطرات مهلک تبرها نیز از همین دستند. و نیز از یاد نبریم که ویروس ایدز در جریان تولید واکسن ضد مالاریا پدید آمده است و جهانگیر گشته است. و چون سیاه پوستان آفریقا نخستین موش آزمایشگاهی این واکسن بودند، مسبب شیوع این بیماری خاندان برانداز شناخته شدند. این ویروس در لابراتوار دانشگاه پزشکی میت در آمریکا تولید شد و به جهانیان عرضه گردید. ویروس ایبولار و سارس نیز تماماً موجودات آزمایشگاهی هستند که به بشریت خدمت می کنند. و اما ادعای افزایش عمر از آن حرف‌های مضحک است که بهتر است به مدعیانش واگذار شود تا همچنان دلخوش به جنایات علمی بمانند و احساس خوشبختی و نجات بشریت را داشته باشند و خمار نگردند. این ادعاها امروزه فقط از دهان آمریکاییان جهانخوار برمی آید که به کلی از هر عقل و حیایی ساقط شده اند و بمباران جهان را نجات جهانیان می دانند و به آن مفتخرند. از یک طرف ویروس تولید می کنند و از طرفی واکسن. اگر بتوان قبول کرد که یک روسپی محترم کنار خیابان هم مشغول خدمت به بشریت است، شاید بتوان اندکی از این نوع خدمت را هم درک و باور نمود که در این صورت مجبوریم که شیاطین را هم خدمتگزاران بشر بدانیم و مسلک شیطان پرستی پیش سازیم، همانطور که فرقه های شیطان پرست از مهد تمدن غرب در حال رشد و شکوفایی هستند که یکی از اعمالشان خوردن گوشت زندگی انسان است به عنوان خدمت به انسانیت. بدون تردید غربیان بهترین و بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را به خودشان کردند. ولذا جامعه غرب نمونه کامل این خدمت است. امروزه طبق آمار رسمی فقط در کشور ایالات متحده حدود 30 میلیون انسان مفلوج و عقب مانده ذهنی زندگی می کنند. به علاوه حدود 50 میلیون الکلی و 100 میلیون معتاد به سایر مواد مخدر و داروهای روانگردان و 150 میلیون بیمار جنسی تا سرحد جنون. این آمار سعادت و سلامت خوشبخت ترین و بهداشتی ترین کشور جهان است که از پیشرفته ترین خدمات پزشکی به طور عموم برخوردار است. امروز میلیون ها کودک ناقص الخلقه به دنیا می آیند که مولود آثار داروهای شیمیایی بر مادرانشان می باشند و نیز میلیون ها کودک تا قبل از سن بلوغ به ناگاه به امراض جسمانی و روانی لاعلاج مبتلا می شوند که ماحصل کاربرد واکسن ها و آنتی بیوتیک ها و تبر هاست
و این در حالی است که دانش پزشکی از بابت بروزات کمتر و ضعیفتر سرخک و آبله به خودش تبریک میگوید. و اما معضل افزایش عمر اگر هم واقعیتی داشته باشد، فقط شامل حال طبقه ای از اشراف است که مابقی عمر اضافه شده خود را چون ربات هایی در بیمارستان ها و تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و خانه سالمندان سپری می کنند که در واقع فقط چند سالی از حیات قبر خود را پیشا پیش بر روی زمین به جلو می اندازند و فقط بر حیات مکانیکی و الکتروشیمیایی آنان افزوده شده و نه بر حیات بشری و حتی حیوانی آنها، مگر اینکه تفاوت مرگ و زندگی را فقط در نفس کشیدن بدانیم، یعنی پمپاژ هوا. خدمات دانش پزشکی را جز کسانی که به کلی شعور خود را از دست داده اند باور نمی توانند کرد. این خدمات را کمتر از هر کسی خود جماعت پزشکان باور دارند. هیچ کس بیشتر از پزشک به دانش خود ناباور نیست. 9. ارکان طب مدرن. از دورانی که امراض بشری به عنوان وارده ای از غیر و بدون ارتباط با هویت و عملکرد انسان و روان او درک شد، علم طب به عنوان امری جدای دین و حکمت الهی به تدریج پدید آمد و دانش و فنی مستقل گردید و راهی را در پیش گرفت که همان کفر بود و این کفر نیز به تدریج گویاتر و فعالتر شد و یک شبه رخ ننمود. طب سنتی که در طی چند هزار سال ادامه یافت تا حدود دو قرن پیش هنوز علت مادی امراض را نمی شناخت و لذا بر یک مسیر خطی به تدریج تکامل یافت تا اینکه به واسطه تکامل تکنولوژی و ابزار دقیق تشخیص و آزمون دچار انقلاب شد و طب مدرن را بنا گذاشت و آن کشف موجودات ذره‌بینی به نام میکروب بود که به واسطه میکروسکوپ مشاهده شد و بانی اصلی آن کسی به نام لوی پاستور بود که بایستی او را به نوعی پدر طب مدرن خواند، همانطور که بقراط را پدر طب سنتی خواندند که این علم را مستقل نمود و امراض و داروها را دستبندی نمود، چرا که اصولاً طبقه بندی امور از جمله اساس پیدایش علوم محسوب می شوند یا همان قانون تفکیک است که قلمرو به تخصص ها می باشد. این کلاسه کردن امور، همان جریان کلاسیک نمودن و مدرسه ای ساختن و تعلیمی کردن امور می باشد که پا به پای یک دیگر رخ نموده است. لوی پاستور که یک دانشمند علوم طبیعی در زمینه شیمی و زیست شناسی بود، با کشف میکروب پا به قلمرو طب نهاد و این علم را دوچار یک دگردیسی بزرگ ساخت که موجب انقلابی در راه و روش و نگرش و حیات گشت و موجب پدید آمدن علم بهداشت شد که علم پیشگیری امراض است یا همان پاکیزگی علمی می باشد که امروزه بخش مستمر از حیات روزمره بشر مدرن است. گفتیم که علم طب بر اساس بیرونی دانستن علت بیماری پدید آمد و لذا درمانهایش نیز چیزهای بیرونی و عملیات از بیرون بر روی بیمار می باشد که بهداشت طبی و نیز درمان دارویی و جراحی ها و رژیم های غذایی از جمله این اقدامات بیرونی هستند. ولی با کشف میکروب یکی از مهمترین عامل بیرونی بیماری همچون یک جن مشاهده و دستگیر شد. این جن ذره‌بینی که انواع و نامهای متفاوتی چون باکتری و ویروس و آمیب دارد که هر یک به انواع گوناگونی تقسیم می شوند، علت همه امراض مصری تشخیص داده شدند که همچون جن ناخواسته بشر و به دور از چشم او بر انسان وارد می شود و او را بیمار می کند و گاه می کشد. اینک یک جنگ بی پایان آغاز گشته، جنگی با یک موجود غیبی که موجودیتش مسلم شده است. با کشف میکروب و درک امراض مصری برای نخستین بار مسئله تحت عنوان ایمنی شناسی پدید آمد که به تدریج مبدل به یک اصل محوری در تشخیص و درمان امراض شد که امروز خود بخش اساسی و بسیار پیچیده و دیالکتیکی در دانش طب و بیولوژی می باشد
مستمرن مبدل به یک معمای فلسفی می شود و این بدان معناست که انسان به میزانی که قدرت و نظام ایمنی بدنش از یک تعادل غیر قابل تعریف و تشخیص خارج می شود در معرض امراض مصری قرار می گیرد و این بدان معناست که به هر حال با رعایت کامل امور بهداشتی که همان نابود سازی و دور ساختن میکروب هاست باز هم از طرق گوناگون همچون تنفس و دهان و چشم و روابط جنسی و سایر منفذهای بدن وارد بدن می شوند ولی بایستی ضریب ایمن سازی بدن همواره به گونه ای باشد که در شرایط و اوقات گوناگون بتواند با این میکروب ها مقابله کند و آنها را نابود سازد و یا تضعیف نماید. درباره برخی از میکروب ها این ضریب بایستی بالا رود و برخی دیگر بایستی تقلیل یابد. بلزا یک بازی دائمی و غیر قابل کنترل با سیستم ایمنی بدن کل اساس مبارزه با امراض مصری است که امروز مهلک‌ترین امراض گشتند. امروز بحث ایمنی شناسی در علم طب حتی به مراتب از فلسفه های هگل و افلاطون پیچیده تر گشته است و می رود که مبدل به یک افسانه متافیزیکی و مالی خولیایی گردد که در این رساله جای بحث ندارد. با آنچه که این مسئله را به سوی عبث می کشاند همانا موزی تر شدن بلا وقفه این جنهای ذره‌بینی می باشد که در قبال مبارزه بهداشتی و پیشگیرانه بشر پدید آمده است و همچون معضل مبارزه با آفات نباتی است که این آفات و امراض نباتی را مستمرن قوی‌تر و مرگ ناپذیرتر می کند و هیچ سمی قادر به براندازی آنان نیست. مسئله مبارزه با پشه و مگس و سوسک و موش هم شامل همین قاعده و بر اساس همین دانش دچار یک بحران مرگبار در محیط زیست گشته است. گویی امروزه انسان بایستی بدنش سمیتر از هر میکروب و حشره‌ای باشد تا از شرشان مسون بماند. در واقع انسان بایستی خودش را با این سمومی که واکسن‌ها و داروهای آنتیبیوتیک نامیده می شوند دچار مرگ تدریجی سازد تا این حاملان مرگ قادر به میراندن او نشوند. این است کل عاقبتی که این طب مدرن برای انسان و کل حیات بر روی زمین پدید آورده است که برای مبارزه با بیماری و مرگ بایستی اصل حیات از عالم خاک برافتد و فقط در این صورت است که ایمنی مطلق پدید آمده و دیگر هیچ خطری وجود ندارد، زیرا بالاتر از مرگ خطری نیست. و این است کل قصه جاودان سازی بشر به واسطه علم طب. به نظر می رسد که جناب پاستور موفق به کشف و دستگیری یک جن ذره‌بینی شد و از همان طریق کل بشریت به این جن مبتلا شد و مجنون گردید و دست به خودکشی و خود براندازی عمدی و علمی زده است. تا آنجا که به دست خودش از طریق واکسینه کردن این جنها را پیشا پیش بر خود وارد می کند تا مبادا که وقتی به ناگاه بدون دعوت وارد شدند آدم را شوکه سازند. جنونی واضح تر و علمی تر از این هرگز رخ نداده است. وقتی که انسان خودش به استقبال جن می رود و او را به خانه تن وارد می کند به معنای جن زدگی و جن پرستی است. آیا این طور نیست؟ مسئله واکسینه کردن معنایی کاملا واضح دارد و آن این است که به جای ورود ناگهانی میکروب ها و بروز شدید و سریع بیماری این میکروب ها را به تدریج وارد بدن کنیم و تمام عمر از آنان حراست و پذیرایی نماییم تا مبادا به ما ضرری برسانند. این همان تسلیم بیماری ها و اجنه شدن است در حالی که منظور از علم طب نابودی بیماری ها و میکروب ها بود. این همان ابتلای ارادی و جنون‌آمیز به عوامل بیماری است. یعنی درست از آنچه که می ترسیدیم و می گریختیم به سویش رفته و تسلیم آن شده ایم. این تنها معنای حق ابطال این دانش است که معنایی بر حق و کاملا دینی و عرفانی دارد که البته کل اراده و انگیزه علمی این دانش را به بازی می گیرد و ریشخند می کند
که دال بر حماقتی عظیم است که لباس علم بر تن نموده است. این حماقت ویژگی ذاتی کفر بشر است که به خود براندازی دچار می شود. علم ایمن شناسی یا ایمونولوژی جبران معترف است که دیگر نمی توان سلامت انسان را از خارج از وجودش تأمین نمود. این اعتراف تلخ که عملاً رخ نموده کل دانش مدرن پزشکی را پوچ و بلکه ادامه اش را مهلک و نابود کننده ی حیات بر روی زمین معرفی می کند تا دست از این جنهای ذره‌بینی و به غایت موذی و جن صفت بردارد و از درون خودش به فکر ایمنی باشد، یعنی به فکر ایمان. کل این دانش علی رغم اراده کافرانه اش عاقلان را به ایمان می کشاند. 10. روش‌های درمان مدرن. پزشکی مدرن به چند شیوه به نبرد با امراض برخاسته است. 1. نبرد با امراض مصری که همان نبرد با میکروب هاست. این نبرد در دو موضع انجام می‌گیرد. یکی در بیرون از بدن انسان است که موسوم به علم بهداشت می‌باشد، که استفاده از مواد شیمیایی ضد باکتری و ضد عفونی کننده اند که میکروب ها را می کشند که باقی مانده شان موذی تر و تغییر هویت یافته و قدرتمندتر می شوند و لذا مستلزم سمومی قوی ترند که خود این سموم قبل از کشتن میکروب ها موجب مسمومیت تدریجی یا آنی انسان ها می شوند و متعاقب آن موجب تقویت باقی مانده میکروب ها هستند و این جنون مسموم سازی جهان تا نابودی کل حیات بر روی زمین ادامه دارد. و نبرد دوم در درون بدن انسان آغاز می شود که همانا جریان واکسینه کردن و مصرف آنتیبیوتیک هاست که به معنای وارد ساختن پیشاپیش میکروب و عفونت به بدن است، که این نبرد هم مثل نبرد بیرونی سیری فزاینده و بی انتها دارد و تا مسمومیت کامل بدن و تبدیل انسان به یک موجود مومیایی متحرک ادامه می‌یابد. و این بدان معناست که انسان برای مقابله با میکروب و فساد بایستی خودش را مهد میکروب‌ها و مفاسد و سموم سازد. و این یک جنون و حماقت افسانه‌ای است که احتمالاً نسل‌های آینده بشر در دوران‌های ما بعد از تاریخ آن را به صورت کمدی‌های انسانی به نمایش در می‌آورند و کلی می‌خندند. 2. نبرد با امراض غیر میکروبی مثل سرطان‌ها. این نبرد دقیقاً یک نابودسازی کامل است که سلول‌های بیمار را منهدم می‌کند، که به دو روش شیمی درمانی و پزشکی هسته‌ای انجام می‌پذیرد که نوع اولش همانا کشتن سلول‌های مریض به واسطه سمومی به غایت مهلک می‌باشد تا آن حد که همه ارگان‌ها و اعضا و جوارح می‌پوسد و از هم می‌پاشد، تا شاید احتمالاً یک سرطانی چند روزی بیشتر بماند و بیشتر زجر بکشد و شاهد متلاشی شدن و پوسیدن کبد و کلیه و امعا و احشاء خود باشد و تجزیه در درون قبر را پیشا پیش شاهد باشد. نوع دیگر این نابودسازی به واسطه لیزر و تشعشعات رادیواکتیویته می باشد که مغز سلول ها را بمباران می کند. به راستی که انسان هرگز تا این حد از خودش انتقام نکشیده است و شکنجگران زندان‌های سیاسی زیاده از حد بدنام می باشند. انسان کافر به راستی دشمن جان خیشتن و در آتش عذاب است و سلامت را بر خود حرام می داند. 3. روش سوم مبارزه با امراض همانا جریان حذف سازی برخی از اعضا و جوارح می باشد که همان مسئله جراحی هاست. این جنون جراحی امروزه تا آنجا به پیش می رود که به قول چخوف به زودی همه انسان ها نامرئی می شوند، زیرا هر عضوی از بدن در درون و برون در معرض نوعی خطر و بیماری است. پس بهتر است که پیشا پیش برداشته شود و بر جایش یک پروتز و عضوی مصنوعی و ابدی نصب گردد که هیچ مرض و میکروبی بر آن اثر نکند. آیت این انسان جاودانه و مرگ ناپذیر که دارای ضریب ایمولوژی مطلق است همانا یک ربات الکتروبیوشیمیایی است
و فقط در اینجاست که علم طب موفق به احقاق وعده ذاتی خود می شود که همانا نابودی نسل بشر از روی زمین است تا ربات ها را خلیفه خود سازد. 4. و اما روش پست مدرنی که در حال پیدایش می باشد حاصل مهندسی ژنتیک و کلونیکیک یا پیوند ژنتیکی است که اصلا ذات بشر را می خواهد دگرگون سازد و از هر فردی مطابق سلیقه‌اش یک هویت انتخابی و جاودانه پدید آورد که مرض ناپذیر است و از اعماق ذات سلولی پیدایش شده و آرمان نهایی دانش پزشکی را در قلمرو به کاملا متفاوتی که دیگر ربطی به این علم ندارد محقق می کند و انسانی دیگر می آفریند و می تواند ثابت کند که خود خدا شده است. در واقع دانشمندان این علم بر این باورند که بشر ذاتاً علاج ناپذیر است و بایستی که ذاتش نابود گردد و از این نابودی ژنتیکی بشری ایدئال و خوشبخت و جاودانه بر اساس آرمان علمی پدید آید. این دانش میگوید که همه امراض بشری ژنتیکی و ذاتی اند و ربطی به اراده و اعمال بشر ندارند. پس برای معالجه امراض بایستی ژن او را دگرگون نمود. در اینجا اگر به طور اتفاقی ژن را همان ژن فرض کنیم، می توانیم علم ژنتیک را علم ژن زدگی و جنون پرستی بخوانیم.